به نام خدای مهربان سلام عرض می کنم خدمت تمام شما بیننده عزیز. عبدالله شمس هستم و خداوند شکرگزار هستم که باز هم در خدمت شما دوستا و عزیزا قرار دارم. امروز آمدیم به بازار چوب فروشی شهر کابل هستیم و آمدیم تایی که از نرخ چوب ها با خبر شویم، ببینیم که چوب نرخش در کجا رسیده، سنگ و زغال و هم زغال عادی، به خاطر از اینکه زمستان هم نزدیک است، فعلا ماه قوس است و البته یک برف هم شده در شهر کابل، امکان داره که برفای دیگه هم در راه باشه و حتما یک تعداد از فامیلای داریم که توان خریداری یک خروار چوب هم ندارن تا اینکه بتونن در زمستان خانه های خود گرم بسازن. از او خاطر ما تصمیم گرفتیم که از او مقدار پول هایی که شما دوستا به ما فرستاده بودین یک مقدارش جمع آوری کردیم تا اینکه حداقل به یک چند فامیل بتانیم یک خروار چوب کمک بکنیم. البته ما تصمیم ما به این بود که اول گفتیم میریم چوب میخریم بر فامیل برشان تسلیم میکنیم، اما بعدا متوجه شدیم که بعضی فامیل ها هستن که چوب نمیسوزانن، مثلا زغال میسوزانن، صندلی دارن یا که سنگ زغال میسوزانن. از او خاطر ما فقط نرخ چوب و زغال از جا میگیریم، بعد از او میریم به اون فامیلایی که مستحق است پولش برشان میتیم که اختیارشان اگر که زغال خریدن یا که چوب خریدن و بتانن که حداقل 3 ماه زمستان خود در یک خانه گرم سپری بکنن. پس شما هم تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. اول میریم چوبا را نرخگیری میکنیم، بعد از اون میریم با فامیل های مستحقی که دوستا بر ما معرفی کرده میریم با اونا صحبت میکنیم و پول یک خروار چوبا به اونا تسلیم میکنیم. فعلا چوب فروش همونجا مصروف فروش چوب است. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ زنده و سلامت باشین. ما میخواستیم که تقریبا به یک ده فامیل چوب خریداری بکنیم، میخواستیم نرخ چوب بفهمیم که چوب نرخش در کجا رسیده، چوب پوزدار چند است، بی پوز چند است و کیفیت هایشان چه رقم است؟ درست است برادر محترم، چوب پوزدار داریم، چوب پکتیاس خوب چوب هم هست، خوشک از 7000 تا چوب پوزدار ماست. خب و چوب بی پوز ما هم چوب این شما میبینین که چوب بی پوز خوب پکتیاس چوب هست و 7500 رفع 7500 بله هست. بالاترین کیفیت تان کدام است؟ بالاترین کیفیت همی هم چوب اسپرکه هست، چوب پکتیاس هست، لحاظ سوخت و به حساب کیفیت. چون شما کمک میکنین ما از بله. ریتی که تقریبا به ما تمام میشه ما این ریت به شما آه دیگه یه به حساب همون کسی است موضوع فروش بازار ما اونجا به 300 و 400 هم هست اما ما موضوع 100 و 200 مفاده که در نظر بود او را ما ما در نظر نگفتیم. چون شما گفته به کسی کمک میکنیم او را 7200 گفته میره 7500 خب شما زغال خود ندارین؟ زغال داشتیم خلاص شده به خاطر از اینکه بعضی از فامیل هاست چوب سوختانده نمیتونن، اونا زغال میسوزنن یا که صندلی میمانن، به او خاطر ما میخواییم که یک ذره زغال هم برشان در نظر داشته باشیم. شون حال نسبت به قبل به خاطر از ایتناج موضوعیتی که قبلا به 35 تن و 40 تن می آوردن از طرف دولت چی شده که در شما به 17 تن و 18 تن بیاریم کرایه موتر برشان صرف نمیکنه و می روی همین موضوع به حساب یک ذره بلند شده زغال. زغال بلند شده، زغال بلند شده، چوب فضل خدا خوب است، فریمان است، همه شمیه به حساب افواتی که مردم پر مثال بسید انداختن که چوب 9000 و 8000 و 10000 یک پاس یک پا کاملا غلط است. چوب بهترین چوب است و شما بینید چوب سوخت مطابق شعبی و بخاری است با 7200 رفع ما سودا میکنیم که باشیم. خب دوستا عزیز قسمی که شما دیدین برادر ما نرخ چوبا را بر ما گفتن، یعنی واقعا خوب است، یعنی نرخ چوب قدر زیاد قیمت بلند نیست که، یعنی اگر ما به حساب دلار آمریکایی حساب بکنیم تقریبا 80 دلار الی 90 دلار یک خروار چوب میآید. دیگه ما امیدوار هستیم که او فامیلایی که ما میخوایم برشان کمک بکنیم این مقدار چوب همین زمستانه برشان کفایت بکنه. تشکر بسیار زیاد، زنده باشید. تشکر از معلوماتتان. خداحافظ. دوستو بیننده عزیز آمدیم به خانه یکی از او کسایی که مستحق هستن و یک بار دیگه همینجا آمده بودیم که یک خانم بیوه بودن. اگر در ویدیو قبلی ما شما دیده باشین میخواییم که باز هم بریم از اولشان هم با خبر شویم و به خاطر سوخت زمستانشان برشان پول چوبه کمک بکنیم. سلام
سلام. خوب هستین سلطان؟ خوب هست؟ اجازه است نبیاد و بیم داخل بین. سلام علیکم. خوب هستین مادر جان؟ سلطان خوب هست؟ خیرتی هست؟ بیادتان هست؟ من یک بار دیگه هم آمده بودم، خانه تان آمده بودم. دوست عزیز، ما دفعه قبل هم آمده بودیم، اینا صحبت کرده بودن در ویدیوی گذشته و یه پسرکشان هم تکلیف داشتن، اینا مریض هستن، خداوند اینا را شفای عاجل بده. و او وقت هم شما دوستا یک مقدار پول که ارسال کرده بودین، ما خواستیم که برای اینا کمک بکنیم. و آل هم به خاطر زمستان میخوایم که بپرسیم که آیا شما آمادگی گرفتین به زمستانتون؟ نه خیلی بچیم، یه چیزی نداریم. ما خود گفته یگان تا خدا را سهل هستیم، اینیم این بچه که ما نه پدرشان هم شهید شده. بله، اون چهار تا سیاسرک های ماست و خودم هستم. دیگه امیدم بغیر بدر بار خدا کس دوست عزیز یک تا کمک مدد برسانه، و در غیر از اون ما هیچ کدام چیه نداریم. ها میفهم، سخت است واقعا. خونکام شده زمستان، حالا فعلا اولادا حتما خونکام شاید بخورن. بله بله، هوا خو سرد شده بچه خندم. شما چوب میسوزانین حتما؟ بخاری داریم؟ بخاری داریم، بله، سابق داریم یک تا بخاریگه. درست است، مواد سوخت نداریم بچه. انشالله که ما با مو خاطر آمدیم، خداوند امرتون اول کمک بکنه و بعد از دوستان وسیله شدن و بر ما یعنی پول ارسال کردن تا یکی ما پول یک خروار چوب ما بر شما تسلیم بکنم. تشکر، بخیر باشی، قربانت. خداوند تعالی هم به دنیا هم به آخرت اجر بتیتونه. تشکر شما که دست خوار غریبه که میگیرین، خداوند تعالی ده برابر از ایره بتیتونه بچی. اینا مادر جان، خدای پاک به خوشیایتون بگردونه. به خیر استفاده کنین و خدا کنه که یک زمستان گرم را سپری بکنین. زنده باشی، به خیر باشی، که همه دوست عزیز زنده باشی بچه. همچنان سلامت باشی. با ما اجازه است. تشکر. خدا چای سلامت. تیار است بچه. خیر باشی. نفهم. یک پیاله چای. خانه خودم هست ان شاء الله. باز می‌بینیم. خدا حفظتون. تشکر. بیننده عزیز، اگر شما به یاد داشته باشین، ای برادر ما شاه محمود یک دو بار دگان پیشان آمدیم که اینها در زمانی که حکومت تغییر میکرد مرمی خوردن و بسیار زیاد مشکلات دیدن و تا هنوز هم نمیتونن که راه برن به خاطر از اینکه پایشان هنوز هم مشکلات داره. و حال فعلا که ماموریشان صحبت کردم گفتن پایم چند روز پیش سوخته بود. حال ما از او خاطر آمدیم باز دوباره ببینیم از حال احوالش با خبر شویم و اگر بتونیم چیز کمک همراهشان بکنیم. شما چطور هستی فعلا؟ شکر بخیر باشی. چطور میگذره تکلیف ها؟ خوب از من پایم نگه داره تا همه بجله که ایس پیدا کرد از اون دیگه ایس ندارد، نمیتونم راه گشت. ولی هیچ استاد شدم نمیتونی؟ نه نمیتونم استاد شدم. خدا من انشالله کمک بکنه. دیگه همون وقت هم بسیار زیاد با تکلیف بود و زیاد گریه میکرد. همون وقت که بار اول پیشان آمدیم همون باز هم مال فضل خدا یک ذره بهبود پیدا کردم. ما دعا میکنیم برش که بخیر بتانه استاده شو و بتانه پس دوباره بره سر کار و وظیفه خود، تایی که بتانه یک کار را داشته باشه، تایی که به اولادای خود یک رزق و روزی را بیاره. اینا شما بخیر باشید. این پول یک هر بار چوب است که ما بای کردیم در بازار. دیگه ما میخواستیم خودمون بیاریم، باز ما گفتیم اینا شاید هر کی ضرورت خودش بفهمه. اینا خودت زغال ضرورت داری، ما بر چوب میآوردیم، باز بی فایده میشه. بخیر باشید، خدا کنه. دیگه بخیر استفاده بکنید. بخیر باشید، شما را خدا جان جور بده. زنده باشید. بخیر باشید. تشکر. سلامت. با ما چیز خدمت نیست. زنده باشید، چای بریم. بخیر باشید. بریم دیگه که باز ما مون منتظر. دیگه کس منتظر هست. چای بخورید. تشکر. خدا حافظ. بخیر باشید. خدا حافظ. عمرتون دراز شه. بخیر باشید. سلامت. دوستا و بیننده های عزیز، ما آمدیم فعلا در بالای کوی دی افغانان هستیم. از شما میبینین تمام شهر و بازار، تمام یعنی نصف شهر کابل شما میتونین از این طرف ببینین. و علت از اینکه آمدیم، یکی از دوستا بر ما اینجا یک خانم را معرفی کردن که اینا هم کارمند مکتب هستن که تقریبا 3000 افغانی ماهانه برشان ماش میتن، مکتب پاکاری و صفاکاری میکنن و شوهرشان معتاد هستن. دیگه اینمی یک خانم است که تمام خرچ و مصرف خانه خدا پورا میکنن و دوت یک جای زندگی میکنن. حالا میریم داخل خانهشان میبینیم
که چی وضعیت دارن و ما چی کمک امروشون کدام میتونیم. سلام علیکم، خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ خیرتی؟ اجازه است؟ سلام علیکم، خوب است خاله؟ بخیر باش که ما زیاد مانده شدی. خوب شد پیدا کردیم خانه تانه نگه اگزنه. چی بود؟ رایش بسیار تاو پیج داشت، بازم خدا را شکر پیدا کردیم. دگه مرمو یکی از دوستا اطلاع دادن که شما در مکتب کار میکنید، فکر میکنم هر روز تا میشم بیاد جان از امی که هر روز تا بالا میشم بخیر همی رایتان هست تایلیف پیدا کرده ما همی رایم از در برفا لخچک کرده تا میشم در یک حکا و برفا لخچک کرده تا میشم به خاطر اولادای میگم برو کار کنم. چند تا طفل دارین شما؟ چند اولاد؟ 8 تا طفل های بستن هشتا خانه ما را بخیر در بارانا اوتا میشه در خانه ما سعی کنیم یال نم است اوتا میشه جویچه میکشیم سعی که زیر دروازه ما را جویچه کشیدیم از ایدالیز ما اوتا میشه دیگه مجبور هستیم اینجا زندگی کنم به خاطر اولادایم. میفهم سخت است اینجا باز کرا میتین یا از خودتان هستم؟ همه تو جور کردیم خودتان جور کردیم همه تو خود ما جور کردیم دیگه. خوب خوب است که کرا نیست خواهد از اون خاطر شما از مجبوری همینجا آمدین آفرین تان مال بالا شده گفتم آفرین از این کسایی که جا هستن و مثلا سودای خدا بالا بکنن آب ضرورتشان میشه هر چیز با پیسه بالا میکن نه و آرد هر چیز با پیسه بالا میکن واقعا ما خود ما نلم نداریم از مادر از همسایه از هر کس میگیریم. شوهرتان چقدر وقت میشه که معتاد هستن؟ چیز کم دو سال میشه ما ای سال از یک سال دیگه زیاد میشه معتاد است. دو هفته هم خانه نمیه یک هفته نمیه دیگه در قصه اولاد زنش تو نیست دیگه واقعا سخت است. شما الان فعلا زمستان نزدیک است چند روز بعد یعنی فصل زمستان می آیم یا ما سرد شده شما چی آمادگی دارین چیز گرفتین با سوختن یا بخاری دارین صندلی دارین؟ من بیاد جان چیز نگرفتیم دیگه یک سر زغال گرفتم به خاطر اولادم صندلی ما نه خورده چیز هستن تو مریض نشن دیگه تا بعد چیز نگرفتیم. خب شما صندلی می سوزانین یا بخاری دارین؟ صندلی می مانیم. پس خود که دیگه تا بالا میشی به خودتان کنم تکلیف پیدا نشده؟ تکلیف کمر دردی برم پیدا شدم و روی کمرم نزدیک شدم همیالیم پیش دکتر رفتم میگه تو تکلیف های تو زیاد هست برو خونه تماینک و اکس بگی. باز گرفتین؟ نه نگرفتیم. چرا؟ پس آمدم دیگه زورم نکشید به خاطر پولش؟ ندارم پیسه. واقعا سخت است اینا پولش ندارن و به خاطر ماینات ها راست میگن ماینات یک ذره قیمت میشه تا اینکه شما برین خونی هایتان رو معاینه بکنین. خب بازم خداوند انشاءالله امرایتان کمک بکنه. یک تعداد از دوستا و بیننده های ما یک مقدار پول به ما ارسال کرده بودن و ما خواستیم که ای بار به خاطر که زمستان نزدیک است با یک تعداد فامیلایی که یعنی دوستا معرفی میکنن یا اینکه ما پیدا میکنیم برشان مواد سوختشان کمک بکنیم و چون شما هم با زغال ضرورت دارین زغال نسبت به چوب یک ذره ارزان تر است متواقی پول ما پول یک خروار چوب بر شما میتم شما برین زغال بگیرین متواقی پولش برین مایناتتان رو تکمیل کنین. صحیح است؟ حتما مایناتتان رو تکمیل بکنین که بخیر خودتان صحتمند شوید چرا که فعلا کل امید اولادام شما هستید. من پدرشان هستم من مادرشان دیگه. راست میگید. خیلی خدا زیاد بده. 7000 افغانی پول یک خروار چوب است. این حال شما هر قدر زغال کار دارین شاید یک 2000 3000 زغال شه متباقی شه برین مایناتتان تکمیل کنین دوایی که ضرورت دارین بگیرین. ان شاء الله اگر باز هم ما تانستیم و دوستا کمک کردن باز هم میایم ان شاء الله کمک های بیشتر و خیر باشین. تشکر دیگه با ما چیز کار خدمت نیست. سلامت باشین. خدا حافظ. نه مشکل نیست حالت دو شدن آسان است دیگه بالا شدن نیست مشکل. نه نه زنده باشین. تشکر. بخیر باشین. نه 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 دوستو بیننده عزیز خانه یکی از مستحقین دیگه اومدیم که یکی از دوستا بر ما اطلاع دادن که اینا هم بسیار زیاد مستحق هستن و یک خانه می هستن که اینا خودشان در خانه های دیگه مردم میرن کار میکنن و شوهرشان هم به گفتی مردم گفتن کراچی و نسال میریم داخل خانه میبینیم که اگر باشن هم روشون صحبت میکنیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب است خاله ساعتان خوب خیرتی است؟
میخواستیم امروزتان صحبت کنیم یک دو دقیقه. اجازه است؟ اجازه. بر ما یکی از دوستا اطلاع دادن، گفتن که دیگه یک خانمی است که شما گفتن کار میکنین در دیگه جا. میشه بر ما بگین که مثلا چی مشکلات فعلا در زندگیتون دارین؟ مشکلات ما دیز بیادر که دیگه خانه کرایه هستیم، ماجر هستیم. نگه خودم این هر جا کار پیدا شد به خاطر احتیاجی میتیاجی میرم میکنم خاطر اولادکای میگم. چند تا اولاد داریم؟ 7 تا که اولاد هایم هسته. درسته. اینجا شما مدرسه هم داریم فکر میکنم؟ ایره دخترم یک چند وقت شده که میره چی کرد باش که مادر اگر کسی بیا برای یک چهار پا قرآن شریف درس میتن؟ قرآن شریف درم در میام نشد نمیام دیگه یک دو سه تا گرگ میان دفتن دیگه نوجور شده. و خیر باشه انشالله خدا مهربان است آیسته آیسته دیگه هم شاگرده پیدا شد. باز شاورتان چی کار میکنم؟ شاورم کراچی داره سو وقت میره دیگر میه گای وقت دانو به حساب جولی هسته آه که از بار چیز ببر یک طرف در کجا میباشه باز؟ در چارای شهید میباشه مثلا در سرک پنج میباشه هر جای که چی باشه بیاده. خدا من انشالله امرایتان کمک بکنه. فعلا شما چی ضرورت دارین به خانیتان؟ در این خانه ما بیادر اونه میتونی خانه ما رو بری سعی کنین. زغال نداریم، صندلی مثلا نداریم، بخاری چایی چیز در زمستان خود نداریم. این نمی امروز ما آرد نداشتم، بیر نداریم خانه مسای کنیم در اشتکای نان شوله بخته بودم، او را هم یک دو گلاس همسایه بر ما داده بود. بسیار دیگه حالت ما خراب است. درد میکنم همین کسایی که جایی که میرم یک زنگ میدارن یک کار یک میرم خیر ببینن خانه شان آباد یک همکاری کتم یک چهار پا دستم میتن و بازم خدا شما رو خیر به تکم قیمت دارین که میرین کار میکنین زحمت میکشین. نمی کلان گپ است. یک تعداد دوستا بر ما یک مقدار پول ارسال کردن که بیننده های ماستن. از اون مقدار پول ما بر شما اما یک مقدارش هم بر شما میتم تا ای که بتانین هم زغال بخرین و هم برین آردتان رو بخرین. درست است؟ نه خاله جان. هفت هزار پس. شما میتونین کم زغالتانو بخرین هم برین یک بوجه آرد بخرین که اولادکاتون نام بخرین. سلامت باشی. انشالله بازم در آینده اگر که کدام کمک صورت بگیرم و باز شاید دیم بشیم. خیلی ببینی. تشکر. خدا حافظتان. از خودتانم تشکر. خدا نگه دار. تشکر. زنده باشی. سلامت باشی.